با نام و یاد خدا عرض سلام دارم حضور همه شما دوستان عزیز بنده بهمنیار هستم در این دوره هدف ما این هستش تا شما رو با نحوه طراحی معماری پروژه های درمانی آشنا بکنیم که خب پروژه های درمانی در قالب های مختلف مطرح میشن بیمارستان درمانگاه ساختمان پزشکان و مواردی از این قبیل که خب ما اومدیم در این دوره روی کامل ترینمون که بیمارستان هستش زوم کردیم و بیشتر در این خصوص با هم کار میکنیم چرا که واقف شدن به بحث طراحی معماری بیمارستان شما رو با سایر کاربری های درمانی هم آشنا خواهد کرد و خب کسی که بتونه به خوبی یک بیمارستان رو طراحی بکنه از پس سایر کاربری های درمانی هم بر خواهد اومد اول از همه بیایم یه تاریخچه مختصر در خصوص بیمارستان و عملکرد اون با هم مرور بکنیم خب بیمارستان عبارت هستش از نهادی که برای تشخیص مریضی بیماران و مصدومین و درمان اونها حالا این درمان هم درمان دارویی و هم درمان از طریق جراحی و همچنین امکان سکونت اونها در طی این فرایند طراحی ساخته و تجهیز میشه اغلب بیمارستان های مدرن علاوه بر کاربری هایی که عرصی هم خدمتون به عنوان فضاهای تحقیقاتی و آموزشی هم مورد استفاده قرار میگیره امروزه بیمارستان های مدرن برای ارائه خدمات بهتر با در نظر گرفتن دامنه وسیعی از نیازهای جامعه بخش های درمان سرپایی اورژانس روانپزشکی و حتی میتونم بگم خدمات توانبخشی بخشی رو هم گسترش دادن و شامل اینها هم میشن بیمارستان های همه کشورهای متمدن معمولا قدمت طولانی دارند در کشورهای در حال توسعه هم با وجود اینکه درصد بیشتر جمعیت جهان رو شامل میشن بیمارستان تجهیزات و پرسنل مجرب و تعلیم دیده بیمارستانی براشون به تعداد کافی وجود نداره و در مقایسه با استانداردهای کشورهای صنعتی از نظر تجهیزات پاسخگویی و همچنین مراقبت از حجم جمعیت بسیار ضعیف عمل میکنند بنابراین کشورهای جهان سوم اغلب از مزایای پزشکی و درمانی مدرن و در کنار اینها فاکتورهای سلامت عمومی یا مراقبتهای بیمارستانی یه مقداری بیبهره موندن و به طبع اون در صدد این هستند که امید به زندگی رو افزایش بدن چرا که درصد امید به زندگی توی این کشورها بسیار پایین هستش با توجه به مطالبی که خدمتون عرض کردم طراحی بیمارستان ها در کشورهای توسعه یافته با افزایش تکنولوژی و دامنه امکانات پزشکی پیچیده تر شده در نتیجه افزایش دامنه خدمات و گسترش شیوه های درمانی و جراحی موجود نسبت پرسنل به بیمارستان رو اومده افزایش داده و کادر پزشکی مجربتری هم فراهم کرده در سالهای اخیر با مشارکت علم پزشکی و همچنین علم مهندسی دامنه وسیعی از تجهیزات نوین فراهم شده که بیمارستان رو برای پذیرش تعداد بیشتری از بیمارا آماده کرده ساخت و اجرای بیمارستان باید توجه داشته باشیم که روز به روز داره پرهزینه تر میشه و ارائه خدمات درمانی هم نیازمند اجرای فضاهای استاندارد و مقرون به صرفه هستش. در این میان ما بیمارستان های مدرن رو داریم بیمارستان ها ممکن استش به طرق مختلفی بیان مقایسه و دسته بندی بشن از طریق نوع مالکیت و مدیریت میتونه دسته بندی بشه از طریق نوع خدماتی که ارائه میده همچنین از طریق قدمتش اندازه و یا تسهیلات و تشکیلاتی که فراهم میکنه میتونه دسته بندی بشه اما دسته بندی که عموما مورد استفاده قرار میگیره عبارت هستش از بیمارستان تخصصی بیمارستان برای بستری کوتاه مدت و بیمارستان های برای بستری بلند مدت مدت زمانی که بیمار روی تخت بیمارستان سپری میکنه فاکتور موثر دیگه ای هستش و به طبیعت اون بیمارستان وابسته هستش این موضوع معمولا در بخش های های ویژه توی بیمارستان ها ظرفیت تخت خواب و بستری خیلی پایین هستش توی بیمارستان هایی که برای بیماری های مزمن ساخته شدن احتمالا میانگین بستری شدن بیشتر هستش حتی بین بخش های بیمارستان مختلف که همون فعالیت ها رو میان انجام میدن هم تفاوت های فراوانی وجود داره در کشورهای در حال توسعه این نکته رو بگم خدمتون که میانگین مدت زمان بستری بسیار کوتاهتر هستش نسبت به در واقع کشورهایی که پیشرفته هستن مثل اروپا خب دسته بیمارستان های عمومی رو داریم کلا واژه عمومی در بیمارستان های عمومی به این معنی است که همه انواع درمان های پزشکی و جراحی رو انجام میدن و بیشتر تمرکز اونها روی بیماری هستش که بیماری حادی دارن و نیازمند مراقبت و استراحت کوتاه مدت هستن یک بیمارستان عمومی با دیویست تخت خواب دارای کارکنان و پرسنل پزشکی مجرب، پرسنل پرستاری تخصصی و تجهیزات تشخیصی و پزشکی هستش که علاوه بر ارائه خدمات ضروری مورد نیاز بیمارا بیمارستان های عمومی، داروخونه، آزمایشگاه، بخش اشعه ایکس، دپارتمان های فیزیوتراپی و حتی زایشگاه رو دارن. اتاق عمل، اتاق ریکاوری و بخش اورژانس هم در کنار اینها بخش های دیگه بیمارستان های عمومی رو تشکیل میدن. حتی اتاق ریکاوری برای مراقبت بعد از عمل. اما در بعضی از انواع بزرگتر این بیمارستان ها ممکن استش فضاهای دیگه هم وجود داشته باشه مثل خدمات دندانپزشکی یا بخش مراقبت از نوزادان زودرس یا بانک پیوند عضو و مواردی از این قبیل گسترش و پیچیدگی بیمارستان های عمومی باستابی هستش از پیشرفت هایی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد مثل استفاده از آنتیبیوتیک ها پیشرفت شیوه های تحقیقی و آزمایشگاهی تکنیک های جدید جراحی مواد جدید و مواردی از این قبیل بیمارستان های عمومی اغلب به صورت رسمی یا غیر رسمی مراکز آموزشی هم هستند یعنی یه جورایی میان نقش مراکز آموزشی رو هم ایفا میکنن وقتی یه بیمارستان رسما برای یک چنین مقاصدی ساخته میشه با آموزش پزشکی دانشجویان و فارغ التحصیلان در یک دانشگاه مرتبط میشه و از طریق اونها علوم خودش رو بروز میکنه به خاطر همین هرچه بیمارستان ها تخصصی تر بشن بخش بیشتری رو برای آموزش دانشجوی پزشکی اختصاص میدن اصول استاندارد طراحی بیمارستان به دلیل پیچیده بودن عملکردها و روابط فضایی و در این حال صرف جویی در هزینه ها و نیروی انسانی ساخت بیمارستان نیازمند برنامه ریزی و مدیریت پروژهی همه جانبه هستش که قابلیت انعطاف پذیری و توسعه در آینده رو با توجه به پیشرفت های روزافزون تکنولوژی پزشکی فراهم بکنه به طور کلی بحث قابلیت انعطاف و توسعه در آینده دو تا عنصری هستش که در طراحی بیمارستان باید فوق اهمیت قرار بگیره شکل و سبک ساختمان خب شکل و سبک ساختمان میتونه افقی باشه این طرح ساختمان حداقل مقاومت رو در برابر نیروهای جانبی مثل باد و طوفان رو دارا هستش اما در مقابل یه سری مزایا هم داره مثل مشکل فشار آب در ساختمون های عمومی که دیده میشه توی این شکل از ساختمون ها وجود نداره خروجی اورژانس هم توسعه ساختمون و حرکت ویلچرها رو به راحتی ساپورت میکنه مدت زمان ساختمانسازی هم در حالت افقی بسیار کم هستش و سریعتر کارها انجام میشه و همچنین روشنایی طبیعی هم در این شرایط میشه می در این حالت نسبت به شیوه افقی هزینه ساخت تعمیرات و نگهداری به ازای هر متر مربع در هر طبقه کاهش پیدا میکنه همچنین ارتباط کارکنا با همدیگه آسونتر میشه و هسته مرکزی مثل آسانسورها پله ها یا رمپ ها میان طول راهروها رو کاهش میدن تا سیرکولاسیون و حرکت افراد به راحتی و بدون سردرگمی اتفاق بیفته همچنین برای انتقال بیماران مواد و وسایل به تعداد پرسنل کمتری هم نیاز هستش شکل مدور رو داریم در این شکل هزینه ساخت نسبت به موارد قبلی کمتره و اتاقها به همدیگه و همچنین به مرکز ساختمون نزدیکترن اما مایبی هم دارن مثل ایجاد روشنایی و تهویه هوا در مرکز ساختمون که ممکن نیستش همچنین کنترل دیداری کمتر انجام میشه و در بحث توسعه ساختمون و مواد و مساله هم این روش یه مقداری مشکل سازه همچنین بخشهایی مثل خانهداری انبار مرکزی و تغذیه باید به دور از محل رفت و آمد و راهرو اصلی بیمارستان قرار بگیره بخش کارگزینی هم به دلیل رفت و آمد بسیار باید در نزدیکی راهروی اصلی باشه یا همچنین ورودی جداگونه به بیمارستان داشته باشید در حالت مدول یه مقداری این موضوع سخت میشه خب بیایم سراغ فضاهای بیمارستان اول از همه فضای ورودی رو داریم خب ورودی اصلی بیمارستان باید دسترسی مستقیم به حال اصلی رو داشته باشه اندازه در ورودی باید به اندازه کافی بزرگ باشه تا عبور برانکارد و ویلچرها به آسونی انجام بشه همچنین پله های اصلی ورودی باید نرده داشته باشن و ورودی ساختمون به صورت مسقف و سرپوشیده باشه تا از ورود و خروج گرما یا سرما جلوگیری بکنه و در این حال ورودی باید از گزند باد و باران و آفتاب و گرد و غبار حفظ بشه بخش های اورژانس در مانگاه و حالا انبار مرکزی هم باید ورودی جداگانه داشته باشن حال اصلی و لابی حال اصلی باید در مجاورت بخش مدیریت اجرایی، مالی و پذیرش قرار بگیره و به اندازه کافی بزرگ باشه و به دیگر نواحی بیمارستان هم قابلیت دسترسی داشته باشه. به علاوه باید به فضاهایی مثل اتاق انتظار که مربوط به بخش مدیریت اجرایی، مالی، بالینی، همچنین آزمایشگاه و رادیولوژی هستش دسترسی داشته باشه. و همچنین در نزدیکی اون سرویس بهداشتی عمومی، نمازخونه، تالار کنفرانس، بوفه و گل فروشی و روزنامه فروشی و مواردی از این قبیل هم قرار بگیره. با طراحی یک حال یا لابی مناسب، تفکیک بین بخش‌های مراقبت و قسمت معاینه و درمان شکل میگیره و بسته به نوع کاربری انواع مختلف لابی رو میتونیم داشته باشیم مثل لابی بیمارا، لابی کارکنا، لابی مرکب کارکنا و عیادت کننده ها، لابی تدارکات و انواع لابی های دیگه به علاوه لابی ها مطابق با وظیفه بهداشتیشون و شرایط ساختاریشون متفاوت هستند. به طور کلی مقررات تفکیک به قسمت های پاکیزه و غیر پاکیزه رو لابی ها میتلبند. کلیاتی از بخش‌های بستری خدمات عمومی بیمارستان به بخش‌های بستری داخلی و جراحی خدماتی هستش که توسط رده های مختلف کارکنای بیمارستان به بیمارا داده میشه که به اینها خدمات عمومی هم گفته میشه به طور کلی شامل ارزیابی تشخیص بیماری و درمان اون به همراه مراقبت های پرستاری توانبخشی و پشتیبانی هستش روابط فضایی در بخش های بستری داخلی و جراحی به این صورته که مجموعه بخش های بستری بیشتر از یک چهارم سطح زیربنای بیمارستان رو تشکیل میده. در طراحی کل بیمارستان عمومی ترکیب بندی بخش های بستری در یک مجموعه اهمیت بسیار زیادی داره. در صورت که طراحی کل بیمارستان به صورت گسترده انجام بشه، بخش های بستری در یک یا دو یا حتی سه طبقه در کنار هم قرار می گیرن که در این صورت حداقل هر دو بخش بستری باید از طریق راهروهای داخل بخش به هم دیگه مرتبط بشه و این نیازمند این هستش که به طبقات توجه ویژه‌ای بشه ورودی این بخش ها به سرسرای مشترک بین دو تا بخش بستری که شامل کلیه فضای مشترک بین دو بخش هستش ارتباط باید داشته باشه و از اونجا به مسیرهای عمومی بیمارستان مرتبط بشه در صورتی که طراحی کل بیمارستان به صورت متمرکز و در ارتفاع طراحی بشه بخشهای بستری میان روی همدیگه قرار میگیرن در این حالت حداقل در هر طبقه دو تا بخش بستری در کنار هم قرار میگیره این دو تا بخش بستری هم مثل حالت قبلی که خدمتتون عرض کردم با هم ارتباط خواهند داشت و ورودی اونها به سرسرای مشترک بین دو بخش که شامل کلیه فضاهای مشترک بین این دوتا بخش هستش منتهی میشه و از اونجا از طریق پله و آسانسور به طبقات پایین متصل میشه ارتباط بخش بستری با سایر بخش ها در حالت کلی بخش بستری باید دارای یه سری ارتباطاتی با فضاهایی که از کنم خدمتون باشه اولی آورد و برد بیمارا هستش یعنی آوردن و بردن بیمارا پذیرش بیماری بستری از طریق پذیرش بخش، پذیرش بیماری بستری از طریق بخش اورژانس و همچنین انتقال بیمارا از بخش مراقبت های ویژه به بخش های بستری، همچنین آوردن و بردن بیماری بستری از بخش های درمانی و تشخیصی یه قسمت از فلو انفالاتی هستش که باید بخش بستری با آنها ارتباط داشته باشه. در ادامه آورد و برد وسایل هستش. نیاز بخش به ابزار و وسایل تعمیرات ابزار و وسایل شستشو و شو و کردن رخت و وسایل شامل این قسمت میشه سومین مورد آورد و برد مواد مصرفی و دور ریختنی مرکزی آشپزخانه مرکزی انبار مرکزی مرکز جمعآوری و دفع زباله از این قبیل فضاها هستند همچنین حمل جسد بیمارای فوت شده فضاهای مشترک بین دو بخش بستری که خدمتون در ادامه عرض می اولین فضا آبدارخونه ازش. آبدارخونه در سیستم توضیح خوراک غیر متمرکز به دو بخش بستری میاد سرویس میده و در فضای مشترک دو بخش بستری داخلی و جراحی پیش بینی میشه. آبدارخونه به وسیله تجهیزات و دیوارهای کوتاه به سه قسمت مجزا تقسیم میشه. اولین قسمت سینی و تهیه چای که میاد غذای سرد و نوشیدنی ها رو تقسیم میکنه و همچنین میاد نقش نگهداری مواد غذایی رو هم انجام میده دومین بخش قسمت ظرفشویی و سومین بخش قسمت انبار ظروف تمیزه فضای مشترک بعدی رختکن کارکنا هستش در بیمارستان های با ظرفیت 600 الی 1000 تخت خواب رختکن کارکنا در درون بخش های بستری بیمارستان قرار میگیره در فضای مشترک بین دو بخش بستری داخلی و جراحی در بیمارستان با توجه به ظرفیت کارکنا این قسمت به صورت زنانه و مردانه پیش بینی میشه رخکن ها باید دارای پیش ورودی باشن همچنین رخکن زنانه باید 24 کمد لباس نیم طبقه و 6 کمد لباس تمام طبقه باشه یک کابین تعویض لباس هم باید در رخکن زنانه پیش بینی بشه همچنین رخکن مردانه هم باید دارای 6 تا کمد نیم طبقه و دو کمود لباس تمام طبقه باشه. عرض در ورودی رخکن ها به صورت خالص باید 80 سانتی باشه. به علاوه دو تا سرویس بهداشتی هم برای کارکنان در نزدیکی رخکن در نظر گرفته بشه. اینا حد اقل های خدمتتون عرض میکنم. فضای مشترک بعدی انتظار فرعی ایادت کنندگان هستش. در بیمارستان های منطقه‌ای با ظرفیت 300 تخت خواب و بیشتر سیستم ملاقات به صورت دو مرحله ای انجام میشه ملاقات کننده ها دو نفر دو نفر اجازه ی ملاقات با بیمار رو پیدا میکنند در این سیستم در فضای مشترک بین دو تا بخش بستری یه فضای مجزایی پیش بینی میشه برای عیادت کننده ها تعداد حداقل 6 صندلی در انتظار فرعی لازم هستش و میز اطلاعات به طول حداقل 150 سانتی که قسمتی از اون برای معلولین هم پیش بینی شده باشه باید در نظر گرفته بشه همچنین یک دستگاه سرویس بهداشتی و آبخوری باید برای مجموعه تعبیه بشه سرویس بهداشتی برای عیادت کننده ها هستش و همچنین آبخوری هم برای عیادت کننده ها هستش با ابعاد 80 در 80 سانتیمتر که حداقل فضای مشترک بعدی فضاهای آموزشی مکان فضاهای آموزشی مربوط به بخش‌های بستری در بیمارستان‌های آموزشی که بین دو تا بستری داخلی و جراحی قرار باید حتما لحاظ بشه این فضای آموزشی میاد بین دو تا بخش بستری خودش رو جای میده ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاورش در طراحی بخش بستری باید تلاش بشه ورودی بخش و پله فرار در دو انتهای راهروی داخلی بخش قرار بگیره یعنی اگه یه راهروی داشته باشیم در دو تا انتهاش این فضاها قرار بگیرن و ارتباط با بخش بستری مجاور در بین این دوتا ورودی باید قرار بگیره به علت تدابیر امنیتی راههای فرار از آتش سوزی و تخلیه افقی هم باید توجه ویژه‌ای بهش بشه ظرفیت یک بخش بستری داخلی و جراحی خب تعداد کم تخت در یک بخش باعث بالا رفتن کارایی گروه پرستاری هم میشه و همچنین سطح کیفیت رسیدگی به بیمارا رو هم ارتقا میده ولی از طرف دیگه باعث بالا رفتن سطح زیربنای بخش و تعداد کارکنهای بخش نسبت به تعداد تخت هم میشه و از نظر اقتصادی ممکن استش مغروم به صرفه نباشه از طرف دیگه بالا رفتن بیش از حد تعداد تخت ها علاوه بر اینکه باعث پایین اومدن کیفیت رسیدگی به بیمارا میشه فواصل داخل بخش رو هم زیاد میکنه تعداد سی تخت در هر بخش بستری یک عدد مناسب به نظر میرسه در بیمارستان های با ظرفیت کمتر از 120 تخت که به صورت عادی هستند که مجموع بخش بستری تقسیم به چهار بخش داخلی جراحی زنان و زایمان و همچنین کودکان میشه تعداد تخت هر بخش کمتر از سی تخت خواب خواهد شد یعنی به طور معمول تعداد 6 اتاق چهار تخت خوابی دو اتاق یک تخت خوابی ایزوله و چهار اتاق یک تخت خوابی عادی میتونه مناسب باشه. اتاق و تعداد تخت بخش بستری داخلی و جراحی. در هر بخش بستری علاوه بر اتاق یک تخت خوابی که به صورت ایزوله و غیر ایزوله هستند، اتاق چند تخته هم وجود دارند. این اتاق میتونن دو، سه، چهار و حتی شش تخته باشن. آسایش بیمارا و ایمنی اونها حکم میکنه که تعداد تخت در هر اتاق از چهار تا تجاوز نکنه. برای بیمارستان های با بیش از 100 تخت خواب بهترین انتخاب همون تعداد چهار تخت در هر اتاق برای بستری هستش به طور که در هر طرف دیوار دو تا تخت قرار بگیره توی بیمارستان های قطبی و کشوری یعنی مقیاسشون بزرگتر باشه فاصله محور تا محوره تخت ها حداقل 2.5 متر باید باشه در هر اتاق بستری یک تخته یا چند تخته یک یخچل کوچیک هم باید پیش بینی بشه همچنین وجود دستویی و گنجی لباس هم توی این اتاقها ضروری هستش بین تخت موجود در یک اتاق باید یک و متر فضای خالی در نظر گرفته بشه تا ویلچرها اونجا بتونن قدرت مانور داشته باشند. پهنای هر یک از اتاقها هم نباید از دو سوم طول اون کمتر باشه اگه اتاقها از نظر شکل یا طول و ارزش مقایر با استانداردهایی باشه که قدمتون ارز کردن موجب اطلاف فضا و محدودیت فعالیت کارکنا میشه و موجب رفت و آمدهای غیر ضروری کارکنا میشه در حالت کلی در بیمارستانی قطبی و کشوری یا حتی آموزشی ابعاد اتاق بستری که یک تخت هستش بدون محاسبه قسمت ورودی حمام و سرویس بهداشتی از نازوکاری تا نازوکاری یعنی مفیدش 3 و سانتی متر و عمقش 4 متر باید در نظر گرفته بشه ایستگاه پرستاری بخش بستری ایستگاه پرستاری که حکم قلب بخش بستری رو داره در مرکز این بخش قرار میگیره به طوری که پرستارا از ایستگاه باید بتونن کل بخش رو تحت کنترل داشته باشن ایستگاه پرستاری و نزدیک به اتاقهای ایزوله و یک تخته که معمولا بیمارهای بدحال در اونجا بستری میشن قرار بگیره و به گونه ای طراحی بشه که ورودی بخش در دیدرس اون واقع بشه از ایستگاه پرستاری به اتاقهای پشتیبانی بخش به خصوص اتاق دارو و کار تمیز هم باید دسترسی راحتی وجود داشته باشه این اتاق نباید دیدش مسدود بشه و باید در دید مستقیم و نزدیک ایستگاه پرستاری واقع بشه در صورتی که در طراحی بخش بستری داخلی و جراحی دو بخش بستری پشت به پشت هم قرار بگیرن دو ایستگاه پرستاری با در به هم دیگه مرتبط میشن تا در شرایط اورژانسی دو تا گروه پرستاری بتونن به هم دیگه کمک بکنن حمام و سرویس بهداشتی در بخش بستری در بیمارستانهای های ای فقط اتاقهای بستری ایزوله هستند که حمام که اونم با توالت و دستشویی ترکیب شده در داخل اونها وجود داره بقیه اتاقهای بستری یک تا چهار تخته دوش و توالت ندارن اما در بیمارستانهای بزرگ مثل بیمارستانهای قطبی و کشوری اتاقهای یک تخته غیر ایزوله هم دارای حمام هستند که به صورت ترکیب با توالت و دستشویی و باقی اتاقها میتونن از حمام توالت و دستشویی عمومی بخش استفاده بکنن اما توصیم میشه در بخش های بستری داخلی و جراحی مربوطه دو گروه حمام و توالت و دستشوی در دو نقطه بخش نزدیک اتاقهای بستری چهار تخت خوابی طراحی بشه به طور که فاصله بیمار از تخت تا نزدیکترین حمام و سرویس بهداشتی از 12 متر بیشتر نباشه همچنین حداقل یکی از حمام و توالت ها در هر گروه باید بزرگتر باشه تا فضای کافی برای کارکنای پرستاری بخش برای کمک به بیمارا وجود داشته باشه برای هر دوازده تخت خواب یک دوش و برای هر شش تخت خواب یک توالت و دستشویی باید پیش بینی بشه هر همم دارای یک قسمت دوش و یک قسمت سربینه هم باید باشه قسمت دوش با پرده از قسمت سربینه جدا میشه همچنین حداقل ابعاد قسمت دوش 100 صد در 120 صد سانتی متر هستش وجود پرده هم سبب میشه قسمت سربینه خشک باقی بمونه درب حمام باید به بیرون باز بشه و قفل ایمنی هم داشته باشه به طوری که بتونیم اون رو از بیرون باز کنیم اتاق نظافت اتاق نظافت پایگاه نظافتچی بخش بستری محسوب میشه که سه تا بخش داره یه قسمت تیشوی داره که این قسمت میتونه با مصالح بنایی هم ساخته بشه و سطوح خارجی و داخلی اون کاشیکاری بشه عمق این قسمت باید 30 سانتی متر باشه و آب سرد و آب گرم هم داشته باشه قسمت نگهداری مواد شوینده و ضد دوفونی کننده رو داریم در این قسمت کابینت های دیواری از فولاد ضد زنگ نصب میشن قسمت نگهداری تی و جاروبرقی برقی و ماشین کفسابی رو داریم در این قسمت فضای کافی برای نظافت جارو برقی و سطل زباله برای تخلیه زباله داخل جارو برقی پیش بینی میشه انبار تجهیزات و وسایل وجود انبارهای مختلف در منظم نگه داشتن و نظافت بخش تاثیر بسزایی داره و تجهیزاتی مثل تخت، پایه سرم، تراکشن و سایر ملزومات تخت های بستری، جعبه های حاوی وسایل یک بار مصرف، سطل ها، کیس های زباله و کلیه موادی از این قبیل در این قسمت قرار میگیره. انبار رخت تمیز انبار کوچیکی برای کلیه ملافه ها رو تختی ها رو بالشی ها رو پوش ها و مواردی از این قبیل که شسته شدن باید پیش بشه. وجود انبار رخت از پراکنده شدن و آلوده شدن رخت های تمیز جلوگیری میکنه و به علت پرز پارچه نمیتونیم اونا رو در اتاق کار تمیز انبار بکنیم. همچنین بحث نورگیری رو در بخش بستری داریم. استقرار بخش های بستری چه به صورت گسترده و چه به صورت متمرکز باید به گونه انجام بشه که اتاقهای بستری تقریبا در جهت شمال و جنوب قرار بگیره تا نور خوبی بگیره. در صورتی که پروژه بیمارستان نیاز داشته باشه که زاویه رو به صورت گردشی اجرا بکنه هستشی هستش بلوک بستری رو حدود 15 درجه به سمت شرق بگردونه و همچنین برای جهتگیری نور شمال و جنوب یا 15 درجه به سمت شرق این کار جوابگوی تمام اقلیم های ایران خواهد بود. مقررات ایمنی بیمارستان ایمنی در بیمارستان شامل حوزه های وسیع میشه که بسیاری از اونها خارج از معقوله طراحی هستند اما میان یه سری از این مقررات رو در زمینه طراحی معماری برای بخش بستری داخلی و جراحی مورد بررسی قرار میدیم. ایمنی در بیمارستان شامل دو بخش میشه ایمنی در برابر آتش و دود و همچنین ایمنی در برابر زلزله در بخش بستری تخلیه سریع بیمارا در زمان آتش سوزی امکان پذیر نیستش بعضی از بیمارا دارای مشکلات حرکتی هستند بعضی از ویلچر استفاده میکنن و بعضی با گونه ای از تجهیزات و وسایل پزشکی به تخت متصل شدن تمام این بیماران نمیتونن به سرعت از راه های فرار مانند پله استفاده بکنن برای این کار باید یه سری تمهیدات ویژه اندیشیده بشه بحث تخلیه افقی رو داریم تخلیه افقی بیماران یعنی انتقال بیماران از منطقه‌ای که دچار حریق شده به منطقه‌ای مقاوم در برابر آتش که در مجاورت اون و در همون سطح قرار داره بیمارا در منطقه جدید با فرصت کافی به کمک کارکنان بخش بستری از طریق های فرار تخلیه میشن و به محل امن انتقال پیدا میکنن سیستم های حفاظت در برابر آتش باید در جهت ایجاد افزایش زمان فرار بیمارا طراحی بشن علاوه بر سیستم تخلیه افقی بیمارا طراحی بیمارستان باید به گونه انجام بشه که خطر سرایت آتش از مناطق بدون بیمار به مناطقی که بیمارا بستری میشن به حد حداقل برسه برای این منظور از قرار دادن مناطق پرخطر در مجاورت بخشای بستری بیمارا باید جلوگیری بشه هر بخش بستری بیمارا باید به صورت یک منطقه مستقل از آتش طراحی بشه منطقه بندی بخش بستری هم نباید با سایر بخشای غیر بستری ترکیب بشه اما راه های فرار یه سری اصول کلی برای راه های فرار داریم که باید مورد توجه قرار بگیره در طراحی برای هر بخش بستری سه نوع راه فرار پیش بینی میشه اولی خروج یا پله فراره که از راهروهای داخل بخش به اون دسترسی مستقیم باشه دومی ورودی بخشه که متصل به راهروهای اصلی بیمارستانه و سومی راهروهای اصلی بیمارستانه که منطقه کم خطر محسوب میشه و به پله های فرار و خروجی انتهای بیمارستان متصل میشه موزه دوم تمام خروجی های فرار از آتش از طریق راهروها باید انجام بشه. خروجی از داخل اتاقها اصلا مناسب نیستش. همچنین راه خروج میتونه از طریق بام تخت هم باشه. در که فاصله دیوار خروجی مجاور و لبه بام و دستگاه های مکنده هوا با در خروجی بیشتر از سه متر باشه میشه یه خروجی از بام تخت تبیه کرد. همچنین حداکثر مسافت از هر نقطه بخش بستری به یکی از خروجی های فرار یا بخش مجاورش بیشتر از 60 متر نباید باشه. پله فرار پله فرار به این صورت باید در نظر بگیریم که تمام پله بیمارستان باید خصوصیت پله فرار رو داشته باشند. در انتهای راه روی هر بخش بستری یک پله فرار لازم هستش. فاصله از در ورودی بخش تا یکی از پله های اصل ساختمون که خصوصیت پله فرار رو داره نباید بیشتر از سی متر باشه عرض پله فرار و عرض پاگرت های اون در بخش های بستری باید متناسب برای تخلیه بیمار بستری روی تشک باشه و همزمان افراد پیاده هم بتونن از کنار عبور بکنن حداقل عرض خالص پله فرار 130 سانتی متر از نرده تا نرده هستش و حداقل عمق خالص پاگرد پله هم 185 سانتی متر باید باشه. حداقل عرض خالص پاگرد با محاسبه فاصله دو تا پله 280 سانتی متر. این ابعاد حداقل و عبور پیاده از کنار بیمار بستری روی توشک به سختی انجام میشه. خروجی پله فرار هم در طبقه همکف باید قرار بگیره. همچنین در طراحی برای پله های فرار که به راهروی بخش بستری مربوطه اتصال دارن یه پیشورودی محافظت شده هم باید پیش بشه برای پلهایی که به راهروی عمومی بیمارستان متصل هستن پیشورودی لازم نیستش منطقه بندی آتش هر یک از بخش داخلی یا جراحی یک منطقه آتش محسوب میشن با فرض اینکه اسکلت ساختمون بیمارستان ستونها، تیرها، کفها و سقفها در برابر آتش محافظت شدن منطقه آتش هم باید دارای یه سری شرایط باشه اولین شرط اینه که تمام دیوارهای محدوده منطقه آتش از روی کف سازه ساختمون تا زیر سقف سازه ساختمون باید امتداد پیدا بکنن و 60 دقیقه مقاوم در برابر آتش باشن دوم اینکه هر منطقه آتش که شامل یه بخش بستری هستش و سه فرار داره این سه تا فرارش باید به این صورت باشه یک راه از طرف در ورودی بخش به راهروهای عمومی باشه یک راه به بخش بستری مجاور باشه یک راه هم به محوطه خارج یا پله فرار باشه حد در سر تعداد تخت بخش بستری هم بیش از سی تخت نباید باشه درهای ورودی و خروجی بخش بستری هم از جنس ضد آتش باید باشن همچنین دور تمام بازشوها در کف و سقف سازه که برای شفت ها به وجود میاد با دیوار ضد آتش با مقاومت 60 دقیقه باید پوشیده بشه. تمام کانال های تاسیساتی که در سقف کاذب از منطقه آتش عبور میکنند با دمپر ضد آتش قرار میگیرند و درز اونها با مواد ضد آتش پر میشه. همچنین حداقل فاصله دو پنجره روی دیوار خارجی که هر کدوم متعلق به یک منطقه آتش هستش و با دیوار ضد آتش از هم جدا شدن یک متر باید باشه درهای ضد آتش هم باید دارای سیستم مکانیزم خود شو باشه انتهای در تا کف هم میتونه فقط 5 میلیمتر فاصله داشته باشه ایمنی در برابر زلزله موضوع بعدی هستش در بحث مقررات ایمنی علاوه بر محاسبات سازه‌ای و محاسبات مقاومت در برابر زلزله طبق آیین های موجود یه سری موارد ها هم هستن که باید مورد توجه مهندسین سازه و معمار پروژه های بناهای درمانی باید قرار بگیره اول اینکه بهترین انتخاب برای دیوارهای داخل سیستم درایوال هستش این سیستم علاوه بر خاصیت انطاف پذیری که در برابر تغییراتی که در روند بهره برداری به وجود میاد و وزن سبک اون به راحتی میتونه اون رو در برابر زلزله مقاوم بکنه از واژگون شدن دیوارهای داخلی در زمانه. وقوع زلزله بر روی بیمارا و کارکنان هم میتونیم جلوگیری به عمل بیاریم در مورد انواع تمام سقف‌های کاذب مثل رابیتس و گچ و خاک و درایوال و سقف‌های کاذب قابل برداشت که ام از فلزی آکوستیک و مواردی از این قبیل هستند طرح جزئیات مقاومت در برابر زلزله توسط مهندسین سازه باید انجام بشه همچنین شیشه پنجره های داخلی یکی از موارد خطرناک در زلزله هستش تمام شیشه های پنجره های داخلی از شیشه سکوریت یا شیشه مسلح باید انتخاب بشه در بحث تاسیسات هم در برابر تاسیسات و تجهیزاتی که امکان واژگون شدن و یا تخریب اطراف و اون هستش باید یه سری تدابیر لازم انجام بشه محوطه بیرونی بیمارستان خب بعد از اینکه تاریخچه و یک سری عملکردهای مهم در بیمارستانها رو با هم بررسی کردیم نوبت میرسه به بررسی ریزفضاها و عملکردهای خاص بیمارستانها که ببینیم اینها چه ضوابط و دستورالعمل‌هایی دارند که باید در طراحی معماری بیمارستان لحاظ بکنیم اولین فضایی که باش سر و کار داریم محوطه بیرونی بیمارستانه خب اولین و موثرترین تصویر از بیمارستان در ذهن مخاطبای هر بیمارستانی محوطه بیرونی و خارج از درب بیمارستانه اگر از یه شخص حتی به این صورت باشه که یک بار از یک بیمارستانی دیدن کرده یا مراجعه کرده بپرسیم که اون بیمارستان چطور بود پاسخ این شخص به این سوال تقریبا جزئیاتی عادی و کوچیک از ورودی های بیمارستان خواهد بود این تصویر یک عمر به عنوان تابلوی معرفی بیمارستان در ذهن اخشار مختلف نقش میبنده و شاید تا سالها نشه درش تغییر مثبت یا منفی ایجاد کرد به همین دلیل چگونه یه چیدن علمان های معماری و نکات ظاهری در طراحی ورودی ها و فضاهای عمومی خارجی بیمارستان ها بسیار حائز اهمیت هستش یه سری نکات در خصوص طراحی فضاهای ورودی بیمارستان رو خدمتتون عرض می‌کنم عرض پیاده روی جلوی بیمارستان بایستی جوابگوی ازدهام ساعت ملاقات باشه طراحی یک پیاده روی عریض با فضاهای سبز کوچیک و مناسب که مجهز به سرپوش مناسب هم برای روزهای آفتابی و بارونی باشه در ذهن مراجعین نشونه احترام بیمارستان به همراه های بیمار خواهد بود طبیعی صندلی یه سری فضای سبز که در تصویر ملاحظه میفرمایید و مواردی از این قبیل از نشونه های یک طراحی موفق برای یک محوطه ورودی ایدال بیمارستانیه. برای مواقع بحران و به خصوص بحران زلزله پیادروهای اطراف بیمارستان ها بهترین و با کیفیت ترین نقاط استقرار نقاحت خونه و چادرهای امدادی هستش. بهتر در طراحی ها پیش بینی لازم برای عملکرد مثبت این پیادهروها در اون زمان در نظر گرفته بشه. محوطه بیرونی بیمارستان و به خصوص منظر عمومی اون باید به گونه ای طراحی بشه که سطح دید آبران رو در فضای عمومی مجاور نسبت به بیمارستان و همچنین برعکس دید خود بیمارا به قلم روی فضای عمومی و فعالیت های مجاور رو مسدود نکنه تا ضمن تقویت روحیه سرزندگی در بیمارا موجب جدا شدن کامل فضای بسری هم نشه تعداد ورودی های بیمارستان از بر اصلی نباید بیش از حد مورد نیاز باشه و احتمالا دچار افراد و یا در مواقعی تفرید بشه به طور مثال درب اورژانس بیمارستان باید کاملا جدا و در معرض دید روز و شب باشه و به خصوص در شب نیازمند اطلاف وقت نباشه برای دستی به این فضاها جلوی ورودی بیمارستان باید به گونه ای بشه که با ترددهای دیگه تداخل نداشته باشه و همچنین دسترسی به این ورودی ها با حضور مراجعین و یا کارکنا یا فروشنده های حتی با راننده های آژانس حتی دوچار محدودیت نشه همچنین ورودی های بیمارستان نباید به دلیل وقوع در مسیر خروجی آب ناودانها ها یا تجمع آب سطحی دوچار محدودیت بشه یه نکته دیگه اینه که چه بیمارستان دارای پارکینگ عمومی و اختصاصی باشه چه نباشه در طراحی ورودی بیمارستان باید پیش بینی برای توقف و پارک اضطراری چند تا خودرو در ضرورت قرار بگیره ضمناً چنانچه ایستگاه حمل و نقل عمومی شهری در نزدیکی بیمارستان باشه که خب چه بهتر ولی اگه نباشه و مراجعین بیمارستان باید یه مسیری رو طی بکنن باید یه محل پارک برای خودروهای خطی هم در جلوی بیمارستان در نظر گرفته بشه فضای بعدی حیات داخلی بیمارستانه تنها جایی از بیمارستان که نباید به هیچ وجه نشونه ای از رنگ و بوی بیمارستان رو داشته باشه حیات بیمارستانه کسایی که حتی یک شب رو در بیمارستان به بردن از عمق وجود به این نکته اعتراف میکنن که خب حیات داخلی بیمارستان خیلی مهم هستش حیات بیمارستان در واقع زنگ تفریح بیمار برای خالی کردن فشارهای روحی و دیدن در واقع در و دیوار فضاهای بستری هستش و خب حیات هواخوری در بیمارستان ها فوق العاده حائز اهمیت هستش همچنین ضروری هستش در محوطه بیمارستان به خصوص در جلوی اورژانس یک رینگ یا میدانگاه برای دور زدن خودروهایی که گاهن با عجله برای تخلیه بیمار اقدام میکنند در نظر گرفته بشه در نظر گرفتن محل پارک برای چند تا خودرو اضافه تر برای خودروی آمبولانس ها هم در جلوی درمانگاه ها و اورژانس ها هم میتونه موثر واقع بشه در روزهای بحران مثل حالا اتفاقاتی مثل زلزله محوطه بیمارستان شاید از خود ساختمون هم کارآمدتر باشه پیش بینی تاسیسات مناسب برای راه اندازی کمپ های بیمارستانی فوق العاده حائز اهمیت هستش اما برای رسیدن به یک محوطه بیمارستانی زیبا میتونیم از همون روز اول در طراحی فضاهای سرباز یه سری نکات رو مد نظر قرار بدیم اولی محوط سازی با مجموعی از درخچه های کوتاه و بلند که حالت جانمایی شده دارند. دومی اینکه که پیاده روها و سوار روهایی رو در نظر بگیریم که زیبا سازی شدن با مساله طبیعی سومین مورد نیمکت های راحت و زیبا هستش که در محل های مناسب و به تعداد کافی طبیعه شده باشند. همچنین نسب تابلوهای راهنما در تمامی چند راه ها حائز اهمیت کیوسک های اطلاعاتی هم میتونن مفید باشن که یه سری خدمات مناسب رو ارائه بدن زمین چمن که با ای از گل فصلی و رنگارنگ تزیین شده طراحی سایه در روز برای مسیرهای اصلی با انواع درخت‌های بلند سایهدار میتونه مفید باشه طراحی تونل های مسقف با برزنت های رنگی برای روزهای بارانی یا آفتابی هم میتونه موثر باشه همچنین طراحی نور مناسب در شب نورپردازی شب هم در محوطه کلی و هم برای پیاده روها و سواره روها مفیده طراحی سرپناه برای توقف و حرکت در مسیر ویژه صندلیهای چرخدار و نهایت